بسیار خوب دوستان عزیز، با سلام و درود مجدد به شما دوستان و خوش آمد بهتون. یکایک خیلی خوش آمدید. امروز تقریبا قسمت سوم از بحثی که پویان عزیز داشتن و قسمت دوم در مورد نقش تفکر دینی در فرهنگ ایرانیان رو فکر کنم وقت خوبیه که شروع کنیم. پویان عزیز صداشون رو چک کردن، فایل صوتی هفته گذشته در سایت گذاشته شده، توجهتون رو به دیدن اونا یا شنیدنشون اونایی که گوش ندادن جلب میکنم. پویان جان بفرمایید، اگر صدای منو دارین میکروفون برای شما. متشکرم. با سلام دوباره به دوستان و رفقای عزیز، امیدوارم که روز خوبی رو تا به حال داشته باشین و به کمک هم بتونیم بحث خوبی رو به پیش ببریم. که رفیقم پروازم گفت یه بحثی هفته پیش در رابطه با نقش تفکر دینی در فرهنگ ایرانیان، که من برای اینکه ریفرش بشه، مثلا دوباره یک بازنمایی بشه به اون چیزایی که گفتیم و ذهن دوستان و رفقا هم مقداری معروف مطالب گذشته رو اگه شنیدن یا حتی نشنیدن یه آشنایی بیشتری پیدا بکنم. من یه خلاصه از این بحث هفته گذشته به طور خیلی خلاصه میگم و دنبالی این بحث رو ادامه میدیم. اصولا این بحث رو ابتدا من بگم که ما از زاویه مطرح میکنیم، یعنی به طور کلی وقت امر فرهنگ میپردازیم، این فرهنگ رو به عنوان یک پدیده در واقع تاریخی فلسفی بهش نگاه میکنیم. فرهنگ در واقع نه تنها روبنای جامعه، بلکه به همراه تغییر در زیربنای جامعه با تفکر انسان‌ها که خودشون تغییر پیدا میکنن، طبیعتاً به فرهنگ نوینی دست پیدا میکنن. ولی این به قول معروف یک رابطه مستقیم نیست، یعنی رابطه مستقیم به این صورت میگم که در واقع اگر ساختار اجتماعی عوض بشه، مثلا از فئودالیسم یا از شیوه مثلا تولید آسیایی یا هر شیوه تولید به سرمایه داری برسه، گویا روبنای خاصی که جامعه سرمایه داری در واقع در شکل کلاسیک خودش در واقع به وجود میاره. عوامل مختلفی در شکلی این روبنای سیاسی هم از نقطه نظر سیاسی هم از نقطه نظر فرهنگی دخیل هستن و این رابطه روبنا و زیربنا که در واقع اون مضمون فرهنگ تاریخی رو میسازه، یعنی فرهنگ تاریخی که انسان‌ها با خودشون حمل میکنن و تفکر اجتماعی یا اون افکار عمومی رو در بر میگیرن. از این نقطه نظر اگه بخوایم دولت رو بررسی بکنیم، که دولت خودش یک پدیده است که هم تاریخیه و هم فلسفی. تاریخی از این نقطه نظر که دولت خودش محلت در پروسه یک مبارزه طبقاتی است که در واقع شکلش و محتواش شکل میگیره، و فلسفی از این نقطه نظر که در واقع همواره دولت‌ها شکلی از خشونت رو اعمال می‌کنن و این خشونت یک منابع ایدئولوژیک داره عمدتاً، یعنی دولت‌ها در واقع اعمال خشونت خودشون رو در یک بیان ایدئولوژیک مطرح میکنن و خب طبیعتاً تاریخ فرهنگی هم محصول این کشمکش تاریخیه، یعنی از یک طرف مبارزه طبقاتی، از یک طرف حرکت واقعی جامعه که درک روزمره رو میسازه.
و خب این تاریخ فرهنگی از نسل ها به نسل ها منتقل میشه. یعنی وقتی ما صحبت از دین میکنیم به عنوان یک پدیده تاریخی که ریشه در جامعه ما داره، جامعه کهن ما داره، با تغییر و تحولاتی که داده میشه طبیعتاً نقش خودش رو در حاکمیت سیاسی، در شکل‌گیری ایدئولوژی سیاسی ایفا میکنه. و البته میگم عوامل مختلف این کار رو میکنن، ولی ما الان بحثمون مشخصا بحث دین هست، یعنی این نقش دین رو داریم بررسی میکنیم، اگر نه عوامل دیگه، عوامل فرهنگی دیگه در این رابطه دخیل هستن. اخلاق اجتماعی اینا که صحبت میکنیم، اینا همه در رابطه با هم شکل میگیرن. توی این رابطه است که دقیقا به مسئله زیربنا و روبنا برخورد کردیم، که تغییر یک زیربنای اجتماعی بدون اینکه به عوامل روبناییش برخورد بشه طبیعتا امکان پذیر نیست. یعنی وقتی از روبنا صحبت میکنیم طبیعتا سیاست مورد نظرمون هست، ولی سیاست به خودی خود به قول معروف شکل نگرفته. سیاست از یک طرف در واقع مکانیک‌های اجتماعی، از یک طرف دیگه این مکانیک نیروهای اجتماعی خودشون تحت تاثیر در واقع ایدئولوژی‌ها، تاثیر تفکرات مختلفی، فلسفه‌های مختلفی قرار گرفتن که به روی این زیربنا تأثیر می‌ذارن. یعنی اگر ما سرمایه‌داری رو امروز به طور یعنی به طور ناهمگون می‌بینیم، خب طبیعتاً بخشش در واقع تاریخ گذشته‌ایه که این تاریخ گذشته در شکل‌گیری این سرمایه‌داری‌ها دخیل بوده. بعضی‌هاش در واقع عوامل عینی بوده، عوامل طبیعی بوده، بعضیش در واقع اما سوبژکتیو بوده، عواملی بوده که تفکر انسان‌ها درش دخالت داشته و این تفکر با تغییراتی که کرده در واقع شکل نوین جامعه سرمایه‌داری روبنای اون رو هم در واقع متناسب با اون تاریخ سیاسی، با اون فرهنگ سیاسی خودش شکل داده. یعنی بس بر سر اینه که اگر جمهوری اسلامی از یک طرف نماینده ساختار سرمایه‌داری هست، از یک طرف دیگه فرهنگ دیگری رو با خودش به همراه داره که این فرهنگ در نقاطی تقابل پیدا میکنن در واقع با اون روبنای سیاسی که فرهنگ یا اون روبنای مشخص جامعه سرمایه‌داری باید داشته باشه، یعنی به شکل ایدئال خودش بخواد عمل بکنه، و شکل حاکمیت سیاسی هم طبیعتاً در همین راه رو تغییراتی کرده. یعنی وقتی صحبت از حاکمیت جمهوری اسلامی میکنیم، در واقع با از حاکمیتی صحبت میکنیم که از یک طرف نیاز به دولت سرمایه‌داری داره، نیاز به ساختارهای سرمایه داره که امولید سرمایه رو به پیش ببرن، از یک طرف دیگه گرایشاتی داره که این گرایشات در تناقض قرار میگیرن با تولید سرمایه‌دارانه. این که میگم تولید سرمایه‌دارانه به صورتی که بتونه بازتولید خودش رو، یعنی دوام بازتولید خودش رو بتونه تأمین بکنه، و این خب طبیعتاً به علت گرایشات مختلفی که در این روبنا وجود داره و اینا عمدتاً فرهنگی و تاریخی هم هستن، در واقع تناقض پیدا میکنه با این روبنا، و اینجاست که در واقع مبارزه با این روبنا از دو جنبه خیلی مهمه. یکی این که آلترناتیو مشخصی رو که ما میخواییم در مقابل این زیربنای جامعه مطرح بکنیم، این آلترناتیو مشخص طبیعت فرهنگ مشخص خودش رو هم باید رشد بده، یعنی فرهنگ انقلابی رو باید رشد بده که با در واقع تغییراتی که در زیربنا میشه بتونه انطباق پیدا بکنه.
جان کلام اینجاست که اگر این تفکر به این صورت انجام نشه، طبیعتاً تغییر زیربنا از طریق سیاست به طور مشخص در واقع شکلی از اون فرهنگ رو هم با خودش به همراه میاره که این فرهنگ اجازه نمیده که در واقع عواملی که سیاست در واقع کنترل میکنه بعد از کسب قدرت سیاسی بتونه اون تغییر اجتماعی، بتونه اون انقلاب اجتماعی رو به پیش ببره. و به همین دلیل امر برخورد به مذهب یکی از مسائلیه که به نظر من امروزه از یک ضرورت خاصی برخوردار است، چرا که نه فقط در ایران بلکه در جهان، یعنی امر روشنگری رو که ما بررسی میکنیم، این امر روشنگری اگر چه با خرد اجتماعی همراه بوده، ولی زمانی که در واقع انحطاط سرمایه شکل میگیره، طبیعتاً تفکرات ارتجاعی، تفکرات عقب مونده هم در واقع از گور بیرون میان و در خدمت به سرمایه قرار میگیرن. امروزه در چنین شرایطی هستیم، یعنی به نظر من شرایطی که در واقع امر فرهنگی یکی از، یعنی برخورد به ریشه ها، امر تاریخی فلسفی که برخورد میشه، اهمیت خاصی داره. اینجاست که در واقع ما این تاریخ فرهنگی رو بررسی میکنیم و خب طبیعتاً از زاویه چپ جنبش سوسیالیستی در واقع برخورد خودمون یا انتقاد خودمون رو هم بر نظرگاهی که در چپ وجود داشته که یا اصولاً به این مسئله برخورد نکرده، یا اگر برخورد کرده این برخورد در واقع یک برخورد درونزا نبوده، یعنی درونزا به این معنی که در پروسه تاریخی عواملی رو که مذهب در رابطه با ساختار سیاسی در جهت پیشبرد منافع طبقاتی به طور مشخص در پروسه های مختلف شکل داده رو در واقع روشن نکرده، و این خودش در 57 یعنی فقدان این آگاهی باعث میشه که طبیعتاً جریاناتی شکل بگیرن و در یک پروسه در واقع بتونن اعمال قدرت سیاسی بکنن و جامعه رو به یک پله عقبتر برگردونن. این مسئله، و در رابطه با این نقد من فقط یه مسئله رو بگم، اینه که اصولاً انگیزه مبارزه با دانش مبارزاتی متفاوت، یعنی عواملی که باعث انگیزه مبارزه میشن طبیعتاً بزرگداشتشون در واقع اون تاریخ مبارزات، تاریخی که شکل دادن برای مبارزان همواره ارجحیت داره که از این تاریخ دفاع بکنن. ولی وقتی که صحبت از نقد میکنیم، این نقد برمیگرده به دانش سیاسی، برمیگرده به دانش که این مبارزه رو از نظر تئوریک و از نظر پراکتیک سیاسی به پیش برده. یعنی وقتی که ما مثلا میگم نقد میکنیم به پدیده‌ای مثل مثلا مارکسیسم لنینیسم، این در واقع اون ادعاهایی رو که در مورد پیش برد امر مبارزه طبقاتی به پیش می برده رو زیر سوال نمی بریم، بلکه اون اندیشه‌ای رو زیر سوال می بریم که این اندیشه به نظر من مثلا در ایران به شکل مذهبی خودش عمل کرده. یعنی چی؟ وقتی میگیم مذهبی عمل کرده، به این معنی که در واقع آنچه را که در زیربنای جامعه، تغییر در زیربنای جامعه با تغییر حاکمیت سیاسی مطرح کرده، این آغشته به یک دیدگاه مذهبیه. دیدگاه مذهبی از این نقطه نظر که عمدتا تغییر در زیربنا رو به طور اتوماتیک تغییر در روبنا
انعکاس اون رو در روبنا هم میبینه، و نه اینکه این وجود نداره، ولی بدون اینکه با این فرهنگ مبارزه کنه، خب طبیعتا اولا این روبنا تاثیر این روبنا بر زیربنا رو نمیبینه، و به دلایل مختلف در واقع اسطوره سازی و فقدان توان نقد درونزا از گذشته ما، به نظر من خودش یعنی در واقع حاصل این تفکر دینیه که در درون چپ هم وجود داره. یعنی وقتی میگیم تفکر دینی به این معنی که عوامل واقعی، عوامل عینی که این تحولات رو در شکل دادن بخشن با بخشش کنار میاد، و خب به نظر من این بخشن در تئوری مارکسیسم لنینیسم نهفته است. یعنی وقتی که رابطه روبنا و زیربنا مطرح میشه، در یک کلیت خودش تغییر زیربنا رو با کسب حاکمیت سیاسی در تمام وجوه روبنایی یه امر اتوماتیک میبینه، در صورتی که اینجور نیست. تغییرات در روبنا اگر همراه با تغییر در زیربنا انجام نشه، طبیعتا اون تغییر زیربنایی رو هم مختل میکنه. این اون در واقع جان کلامیه که من میخوام مطرح بکنم، و اینجاست که در واقع اندیشه دینی به نوعی نمود خودش رو هم در سطح جامعه، هم در سطح سازمان‌های سیاسی، هم در تفکر اجتماعی نشون میده. و اینجاست که وجود این عینیت در جامعه باعث میشه که به قول معروف در یک پروسه از این زمینه عینی استفاده بشه، و خب طبیعتا سرمایه‌داری به عنوان یک ساختاری که منافع مشخص خودش رو هم عواملش رو شکل میده و هم در پیشبرد برنامه خودش از هر ایدئولوژی، از هر به قول معروف تفکری استفاده میکنه که این رو در مقابل پیشبرد امر انباشت سرمایه، پیشبرد امر سود و در واقع حفظ نظام سرمایه‌داری ازش استفاده بکنه، خب طبیعتا دین هم براش یک ابزاری میشه که این ابزار در خدمت به نظام سرمایه‌داری قرار میگیره، در ضمن اینکه تضادهایی هم میتونه به وجود بیاره. اینجاست که این تضادها نباید ما رو از این نقطه نظر که گویا مبارزه با یعنی مبارزه یک جانبه با روبنای سیاسی فقط میتونه در واقع جامعه رو به یک جامعه مدرن تبدیل بکنه، برخلاف اون چیزی که حداقل در گذشته در قرن 15 دوران روشنگری شکل گرفته بوده. امروزه این دوران روشنگری در واقع عواملی که این دوران روشنگری رو شکل دادن به عوامل در واقع بازدارنده خودش تبدیل شدن، یعنی عواملی که خرد اجتماعی رو سازمان میداده، این عوامل در مقابل این خرد اجتماعی با منطق سرمایه روبرو هست، که این منطق سرمایه دیگه اون خرد اجتماعی رو به عنوان منافع یک ملت در نظر نمیتونه بگیره به علت شرایط تاریخی، و عمدتا منافع سرمایه رو به طور کلی مطرح میکنه، و اینجاست که خرد جمعی دیگه اون خصلت گذشته قرن 15-16 خودش رو در تغییر این مناسبات نداشته. در این رابطه است که ما یه سری بحث کردیم در رابطه با چگونگی شکل‌گیری ادیان مختلف، و عمدتاً ما در واقع از یک طرف ادیان سامی رو
بررسی کردیم. از یک طرف در واقع یکتاپرستی ایرانیان رو بررسی کردیم که من فقط اینجا خلاصه از اینا به طور خیلی کوتاه میگم که بتونیم به مسئله استفاده بکنیم، اینکه چگونه در واقع فلسفه سیاسی در واقع بخشهای از اینا رو در خودش ادغام میکنه و این رو به عنوان فلسفه سیاسی برای پیشبرد منافع مشخص، عینیت مشخصی که در واقع مضمون طبقه خاصی رو، یعنی منافع مشخصی یک طبقه رو نمایندگی میکنه، در واقع از این فلسفه سیاسی استفاده میکنه که دولت خودش رو به وجود بیاره، بتونه در واقع هژمونی نظری خودش رو بر جامعه اعمال بکنه و قصر آز. در طرح اول گفتیم که یکتاپرستی ایرانیان، که این یکتاپرستی ایرانیان گفتیم از یک اسطوره مشخصی در واقع نشأت میگیره و در زمینه اجتماعی مشخصی، زمینه اجتماعیش رو توضیح دادیم که این زمینه اجتماعی در واقع تولید کشاورزی بود، تولیدی بود که در واحدهای پراکنده تحت شرایط در واقع مالکیت اجتماعی انجام می شد. یعنی به علت شرایط اقلیمی که وجود داشت، این شرایط اقلیمی که کشاورزی لازم زمین و آب بود رو و شرایط اقلیمی آب و هوا اینا بود، در واقع وادار میکرد که امر تولید رو که در واقع کمبود آب مطرح بود همواره، یا کمبود یا در واقع ازدیاد، یعنی بارانهای موسمی که باعث این میشد که سیل بیاد و امر کشاورزی رو مختل بکنه، همواره ایجاد سدها و ایجاد منابع آبی در جایی که آب کم بود به یه امر اجتماعی تبدیل شد. یعنی یک خانوار یک چیز نمیتونستن این امر رو انجام بدن. در نتیجه چون یک بخشی از امر تولید اجتماعی شد، طبیعتاً مالکیت بر زمین هم به شکل اجتماعی انجام می شد و این تفکر، یعنی این تفکری که در واقع شکلی از مالکیت تولید کشاورزی رو سازمان می داد، خب طبیعتاً با زمینه های عینی که از نظر پیدایش خدایان در اذهان عمومی و در واقع شکلگیری اسطوره‌ها بود رابطه مستقیم پیدا میکنه و طبیعتاً انسان ها مسائل مادی خودشون رو وقتی نتونن در واقع جواب مشخصی، جواب علمی براش پیدا بکنن، اینو در آسمان ها دنبالش میگردن و به صورت اسطوره ها شکل میگیره و این اسطوره هاست که در واقع بعدن به عواملی تبدیل میشه که در واقع مناسبات اجتماعی رو میتونه تنظیم بکنه. و خب طبیعتاً با گفتیم که با شکلگیری دولت این تفکرات به یک قدرت ذهنی طبقه حاکمه تبدیل میشه که این قدرت ذهنی طبقه حاکمه برای اون نقش مشخصی که داره، حالا در اون زمان در واقع امر خراجگیری بود، بتونه این امر خراجگیری رو به یک شکلی در جامعه، در جامعه که اون تولید داره صورت میگیره، بتونه توجیه بکنه و حاکمیت خودش رو، یعنی با یک جامعه طبقاتی روبرو هستیم که درآمدش از طریق خراجه و این خراج باید توجیه بشه و طبیعتاً عوامل آسمانی، عوامل زمینی در این توجیه شریک هستند و اینجاست که در واقع اسطوره ها شکل میگیرن و از این اسطوره ها خدایانی شکل میگیرن که در واقع به شکلی پیدایش زمین، امر هستی شناسی رو توضیح میدن و خب طبیعتاً
اینا به صورت یک سری عوامل سیاسی در جامعه در تنظیم تولید و باز تولید اجتماعی شرکت میکنن. در این رابطه بود که ما همواره در این اسطوره ها از یک تضاد ازلی دوگانه در اسطوره های ایرانی یاد میشد که در واقع قوای معنوی، دو قوای معنوی بودن که در مقابل هم بودن. یعنی این رو در رابطه با تولید کشاورزی یک سری مسائل برای کشاورزی در واقع مضر، مثلا کم آبی، مثلا خشکسالی های متداول، آتش سوزی یا تمام عواملی که میتونه امر تولید رو مختل بکنه، همواره اینا رو به اهریمن نسبت میدادن و عواملی رو که در واقع باعث باز تولید مادیشون میشد به هرمزد، به خدای نعمت و اون چیزی که بهشون عطا میکرد تشبیه میدادن و همواره این رول بین هرمزد و اهریمن میدونستن. یعنی این تحولات رو، تحولاتی که به طور عینی انجام میشد، در واقع این رو به صورت خیر و شر، یعنی اون عواملی که خیریت داشت براشون و عواملی که شر براشون ایجاد میکرد رو به صورت نور و ظلمت میدیدن. و از اونجایی که، یعنی در این تمام این اسطوره ها اومده، از اونجایی که هرمزد در واقع از طینت اهریمن با خبر بود و همواره فکر میکرد که این اهریمن توطئه‌ای خواهد کرد، اهریمن به نوعی عوامل خودش رو در زمین فراهم خواهد کرد و به نوعی تسخیر میکنه با ظلمت خودش زمین رو، همواره در این فکر بود که بتونه در مقابل این اهریمن قوای خودش رو سازماندهی بکنه. اینجاست که در واقع هرمزد تصمیم میگیره که در واقع عواملی رو به وجود بیاره که این عوامل در مقابل اهریمن بیستن، یعنی همون شر در مقابل خیر، و زمینه های مادی این مبارزه خودش رو با اهریمن فراهم بکنه. در همین تفکر، یعنی این تفکری که ما صحبت ازش میکنیم، در واقع نشأت گرفته از شرایط تولیدی در اون جامعه است، شرایط تولید مادی و شکل اشتراکی زمین. این خیلی در این شرایط، یعنی در این تفکر، شکلگیری این تفکر تأثیر بسزا داره که در واقع این رابطه، رابطه‌ای که بین تولید کنندگان وجود داره و طبیعتاً شکل حاکمیتی که این شکل از تولید رو به پیش میبره، در واقع در یک شکل مادی خودش هست که مسائل رو مطرح میکنه و این شکل مادی خودش در واقع زمینه های شکلگیری در واقع زمین و انسان ها رو در این رابطه هست که، یعنی این ذهنیت هست که در واقع این رو، این به هر حال اسطوره رو به یک واقعیت برای خودش تبدیل میکنه. و زمینه عینیش اینه که به طور کلی ماده وجود داره، زمان وجود داره، مکان وجود داره و اینا همواره ازلی هستن، اینا همواره وجود داشتن و وجود خواهند داشت و بر این مبناست که در واقع مسئله آفرینش مادی رو مطرح میکنه. و توی همین اسطوره ها اومده که به نوعی از اون جایی که
مسئله نور و ظلمت مطرح بوده، حرکت نور احتیاج به یک شرایط مادی داشته، یعنی نور در خلا حرکت نمی‌کنه، و این آگاهی در جامعه وجود داشته که به این مسائل در رابطه با چگونگی در واقع برخورد به این اسطوره‌ها نگاه بکنن. توی این رابطه است که امر ماده، یعنی وجود ماده، یک امر ازلی میشه برای اینکه نور بتونه حرکت بکنه. یعنی اون تفکری که در واقع خدایان به نوعی باید در رابطه با عینیتی که میخواستن به وجود بیارن دخالت میکنه، و این حاکی از نوعی در واقع خردگرایی اندیشه بوده که وجود داشته، که حالا ما تو ادیان سامی مثلا این مسئله رو کمتر میبینیم و در واقع در اینجا هستی از ماده، از زمان، از مکان شکل میگیره، و این خب طبیعتا اون فرهنگ و تداوم اون در اون فرهنگ در شرایط، در شکل‌گیری دولت‌ها، در شکل‌گیری حاکمیت‌های سیاسی اینا دخالت می‌کنه. توی این رابطه بود که گفتیم که این در واقع هرمز ابتدا اشماسپندان رو شکل میده، که اینا هنوز انسان نیستن، هنوز از نوع خدا بشر هستن و در خدمت به هرمز قرار میگیرن، و در واقع بعد از اینکه این اشپاسفندان شکل میگیرن، در واقع هرمز دست به خلقت انسان میزنه و اولین انسان رو به نام در واقع قبل از اینکه اینو بگم، این مسئله رو بگم که هرمز میخواسته یعنی همواره بر این اتکا بوده که این قوایی که موجوده عینیت داره، ولی اینا بالفعل نیستن، اینا بالقوه هستن، یعنی وجود این عوامل رو همواره میدیده، ولی وقتی که میخواسته اینا رو از در واقع قوه به فعل در بیاره، طبیعتاً این یه حرکت بوده، باید یه حرکتی بوده که انجام میشده، و این حرکت در پروسه این حرکت بوده که در واقع به یک سری از قوانین یعنی قوانینی که پیدایش زمین رو مستدل می‌کرده پی می‌بره، یعنی خردگرایی در واقع به عنوان یک بخشی از شکلگیری هستی عمل می‌کرده، یعنی فقط هرمز به قول معروف یک پدیده نبوده که علم حکمت فقط داشته باشه و همه چیز رو بداند و بهش عمل بکنه. در واقع هرمز از یک سری تجربیات که در زمین شکل گرفته بوده، که حاصل میگم همون تفکرات اجتماعی بوده، هم استفاده میکنه، و به همین دلیله که مسئله خلأ رو مطرح میکنه که نور نمیتونه از خلأ عبور بکنه و در واقع کرانمندی زمان رو مطرح میکنه، یعنی زمانی که بیکران بوده به یک زمان کرانمند تبدیل میکنه، که در این زمان کرانمند هست که بتونه این تحولات انجام بشه، یعنی زمان و مکان و ماده به عنوان عامل اصلی به شکل بگیرن. بعد از این که امر خلقت میخواد شکل بگیره، اولین انسان به اسم کیومرث رو در واقع به وجود میاره که در این پروسه شکل گرفته، یعنی عواملی که قبلا وجود داشته، عوامل بدی که وجود داشته به شکل‌گیری اون میپردازه، یعنی کیومرث شکل میگیره، و در این اسطوره اومده که از تخم
کیومرث در واقع زن و مرد، مشی و مشایب شکل میگیرن. و خیلی جالبه که در همین اسطوره ها اومده که اینا صاحب اراده هستن، یعنی اینا در واقع بعد از این که به وجود میان، اینا اراده اینهاست که در طرف اهریمن قرار بگیرن یا هرمز قرار بگیرن. و در اینجاست که در واقع نقش خرد رو به پیش میکشن که در واقع بر اساس خرد خودشون هست که منافع مشخص خودشون رو تعیین میکنن. و اینجاست که اینا به عنوان بخشی از در واقع نیروهای هرمز در مقابل اهریمن قرار میگیرن. و همچنان توی این اسطوره ها هست که بر اساس گفتار نیک، پندار نیک و خردگرایی به همراه امشاسپندان به جنگ اهریمن میرن و در واقع موجب شکست اهریمن میشن. و این در اون نقطه نهایی هست، یعنی در اون نقطه هست که در واقع جهان منزه میشه، جهان از هر شری بری میشه. و اینجاست که یه مسئله رو فقط توضیح میدم، اینه که این در واقع هرمز فقط شیها رو میآفرینه، یعنی به قول معروف کاری که اهریمن میکنه پلیدی ها رو میآفرینه و این جنگ پلیدی با نیکی هاست که در واقع شرایط زندگی رو، یعنی اون فلسفه حیات رو برای مردم توضیح میده. در نتیجه هرمز هیچ گرایشی به پلیدی نداره، هرمز به قول معروف به طور کامل در واقع خردگراست و به نوعی نه فقط، یعنی وقتی که ما صحبت از جنگ هرمز با اهریمن میکنیم، هرمز به کمک در واقع انسان هاست، انسان های دیگر که به جنگ اهریمن میره، یعنی به شکلی در واقع ما یه شکلی از همگرایی یا سینرژتیک، یک پدیده‌ای که دو جریان با هم همکاری میکنن که به یک هدف برسن رو میبینیم درشون. پس اینجا خدا متعال نیست، خدا دیگه در واقع اون نقش به قول این که به این عنوان که آفریننده همه چیز و دانای همه چیز هست رو نداره. اینجا در واقع خدایان، یعنی خدا هرمز در واقع به کمک همیاری انسان‌های دیگر هست که به جنگ پلیدی میره. و همیاری انسان و خدا در کنش و خلق جهان به صورت یک امر واقعی انجام میشه که امر خدا سالاری و هم انسان سالاری رو در بر میگیره، که هم وچه به قول معروف دنیوی داره، نقشی که انسان ها بازی میکنن، و هم نقش اخروی داره، آخرت داره، برای اینکه هرمز هنوز خداست و در ماورا طبیعه است، یعنی نقشی رو که بازی میکنه. یه مسئله دیگه که در این در واقع این تفکر دینی وجود داره اینه که هرمز در جهان مادی دست و تخرف دخل و تصرف میکنه، ولی همواره انسان ها آزادن که اراده خودشون رو اعمال بکنن. و این در واقع یکی دیگه از اون شرایطیه که در واقع این دین رو گرایش میده به یک
شیرادگرایی، یعنی تفکر انسانها رو منوط میکنه به در واقع زیستی خودشون. یعنی اینا در شرایط زیستی خودشون هستن که تصمیم میگیرن که به قول معروف چگونه زندگی بکنن. و خب طبیعتاً وحدت میشه بین حکمت الهی و خود انسان ها که به این توافق میرسن. یعنی این رو اگه در حیطه فلسفی خودش ببینیم، یعنی قدرت ماورا و طبیعه با طبیعت پیوند میخوره و در واقع به توافق میرسن. یعنی در واقع خرد انسانی و حکمت الهی در واقع در یک توافق عملی هست که جهان رو توضیح میدن. دومین بخشی که صحبت کردیم ادیان سامی بودن. گفتیم ادیان سامی عمدتا از شمال افریقا، منطقه‌ای که سامی ها بودن، از شمال افریقا تا سواحل بین النهرین در واقع اینا رو در بر می گرفتن. شیوه تولید در این جوامع شیوه تولید فئودالی مزرعه می‌خوام بردهداری بوده و دولت مصر در واقع مظهر این تمدن بردهداری بوده در این جوامع. ادیان سامی عمدتاً به عنوان یک ایدئولوژی مذهبی شکل میگیرن که در خدمت این شکل از بردهداری باشن. ببینید وقتی صحبت از این میکنیم، در واقع وجود مناسبات اجتماعی در واقع اون تفکری رو میسازه که این تفکر به صورت خدایان برمیگرده و اون جامعه رو به همون صورتی توضیح میده که حاکمان میخوان. و ادیان سامی عمدتا به این صورت حرکت میکنن. یعنی در واقع اصل زمینه های مادی جامعه بردهداری که در عصر باستان رشد کرده به قدرت ذهنی طبقه حاکمه ارتقا پیدا میکنه که رابطه گفتیم مستقیم داره با شیوه تولید بردهداری. در این سیستم طبیعتاً نه عوامل مادی شرکت دارن مثل ادیان باستانی ایرانیان، یعنی نه زمان هست نه مکان هست نه ماده هست و هستی از نیستی شکل میگیره. یعنی در واقع این بنیاد این تفکره. یعنی هر گونه خردگرایی در این تفکر در حالا بعدن وقتی اسطوره ها رو توضیح میدیم میبینیم که در تقابل با خردگرایی قرار میگیره و به شکل یک شکل از دترمینیسم تقدیر رو اعمال میکنه. گفتیم که مثلا در ادیان ایرانیان باستان شد که چرا میخواد هرمز در واقع انسان رو به وجود بیاره و جدالش رو با اهریمن صحبت کردیم. ولی در اینجا در ادیان سامی عمدتا مسئله توضیح این مسئله که چرا اصلا برای چی میخواد انسان رو به وجود بیاره، چرا میخواد این جهان رو بیافرینه، صحبتی نمیشه. یعنی این یک امر به قول معروف take it for granted، یعنی همینجوری قبول شده است به نوعی. در اینجا ادیان سامی هم که میدونه ادیان سامی ادیانی هستن که در واقع موسوم هستن که این که کتاب دارن و ولی از نظر تاریخی که بررسی کردن اصولا نوح که کتاب مشخصی نداشته، ابراهیم هم مسلمانان ادعا میکنن که کتاب داشته ولی چیز مستندی در این رابطه نیست، ولی موسی و عیسی و محمد کتاب داشتن. اینا حالا البته توضیح میدیم که اینا به چه صورت عمل میکردن. داستان خلق آفرینش هم به این صورتی که ابتدا آسمان و زمین رو
خدا از نیستی میآفرینه و این عمل رو در 6 روز انجام میده و این در این پروسه این علم در واقع آفرینش متکامل میشه و خدا در واقع خالق همه چیزه، یعنی هم هستی انسان هاست، هم خوبیه و هم بدیه، یعنی برخلاف اون چیزی که در ادیان ایران باستان گفتیم که اهورامزدا یا هرمزد و اهریمن در واقع خیر و شر رو به وجود میادن، اینجا خدا همه چیز، هم خیر رو درست میکنه هم شر رو درست کنه، که این بعدن براشون یک به قول معروف مامبولی میشه بعدها، که اینو در واقع سعی میکنن تصحیح بکنن، ولی با یک تناقضات خیلی عمیق روبرو میشه. پس نه ماده وجود داره، نه زمان وجود داره، نه مکان وجود داره، هیچی وجود نداره، نیستی هست و از این نیستی است که هستی به وجود میاد، که اینا که میگم حالا بعدن وقتی که بررسی میکنیم میبینیم که اینا چه اشکالاتی از نظر اون فلسفه سیاسی براشون ایجاد میکنه که مجبورن که اینا رو ادیان دیگر رو یا فلسفه های دیگر رو ادغام بکنن در دین خودشون. در این آیین در واقع که گفتم در کتاب ابراهیم، اون کتاب دینی خودش، کتابی که مثلا از آسمان یا بهش وحی شده، اینا در دسترس نیست، ولی کتاب تورات منتسب به در واقع عیسویان و خدای این اونا به اسم یهوه عمل می کرده، یعنی یهوه اولا انسان رو، اینو بین لدنم میگم که قرآن در واقع کپی از توراته، یعنی حدیث ها، داستان هایی که در تورات، اسطوره هایی که در تورات هست، در قرآن بعضی هاشون کاملا شبیه همه، بعضی هاشون تغییرات کوچکی داده شده، یعنی این مسئله که بل معروف از خدا وحی شده و اینا، وقتی که تورات مراجعه میکنیم که همه اینا وجود داشته بخشن، از جمله همین مسئله آفرینش و که در مثلا قرآن به صورت آدم و حوا و بهشت و جهنم و این چیزا میاد، در تورات هم به همین صورت هست. انسان به صورت نرینه آفریده میشه، یعنی انسان نر آفریده میشه، مرد آفریده میشه، و نام اولین انسان همه میدونیم آدمه، که این آدم در باغ عدن زندگی میکرده و از تمام نعمات باغ عدن میتونسته استفاده بکنه، بجز درختی بوده که در خود تورات این ترجمه شده، یعنی به زبان عبری اومده که ترجمهش هست درخت حیات و معرفت نیک و بد. فقط از این درخت نمیتونسته امتناع کنه، نمیتونسته از این درخت بخوره. به این ترتیب اولین چیزی که در این رابطه خلقت مطرح میشه حق انتخابه، یعنی حق انتخاب از انسان یا از اون نوع بشر مرد گرفته میشه، یعنی خودش دیگه تصمیم نمیگیره که هر چیزی رو که میخواد بتونه بخوره، ممنوعش میکنه در یه رابطه ای. و بعد توی همون تورات اومده که از اونجایی که این تنها بوده و این مسئله، یعنی در واقع در این اسطوره ها مسئله تنهایی انسان ها موضوعی بوده، بتونه به این مسئله جواب بده، میگه برای اینکه بتونه به این تنهایی جواب بده، نه اینکه بتونن نمیدونم تولید مثل بکنن، نه اینکه بتونن مثلا یار هم باشن، از این نقطه نظر که اینا تنها بودن، در واقع
جنس زن که نسا بوده از دنده از مرد شکل میگیره. یعنی این همین جاست که در واقع اولویت جنسی مطرح میشه. یعنی ما ادیان اسلامی رو به ادیان طبقاتی جنسی در واقع تقسیم بندی میکنیم، طبقاتی که در اشکالی از، یعنی زمانی که طبقات شکل گرفتن و ساختار اجتماعی نیاز به یک فلسفه سیاسی داشته، در واقع اینا شکل میگیرن و در شکل گیریشون در واقع امر جنسی در ادیان سامی به یک امر اساسی تبدیل میشه. یعنی اگر امروزه مثلا این رو در اسلام ما به طور به قول معروف خیلی فناتیک میبینیم، این در واقع یکی از بحث‌های در واقع پایه‌ای ادیان سامی هست که البته میگم این ادیان سامی در واقع با امر روشنگری بخشن تحول پیدا کردن، ولی این امر روشنگری، یعنی این امر تحول در دین و نقد دین به طور کامل در جوامع شرق انجام نشد. برای همین ما در واقع اون شکل از حاکمیت جنسی و شکلی از حاکمیت مردسالارانه در این جوامع رو خیلی به وضوح میبینیم. البته میگم در جایی که در واقع نشانه های از اون در واقع روشنگری نبوده، این بخش های افریقا و بخش هایی که در واقع یا اصولا چنین مذهب هایی درشون شکل نگرفته، این تفاوت بینیم، ولی در بخش هایی که در واقع امر روشنگری، امر خردگرایی انسان ها شکل گرفته، به مراتب این مسئله رو به یک شکل دیگه میبینیم. یعنی عواملش عوامل دیگه ای هستن که در واقع هم زیاد، یعنی هم موجب تشدیدشون میشن هم کاهششون میشن، ولی ما از نقطه نظر مذهب که برخورد میکنیم عمدتا این به عنوان یک بنیاد تفکر وجود داشته که این بنیاد تفکر در مثلا مسیحیت به نقد کشیده شده تحت یک به قول معروف جدای دین از دولت به یک در واقع سنت تبدیل شده، به قانون تبدیل شده و حداقل در حیطه قانون، نه اینکه از بین رفته باشه، ولی این تفاوت ها رو دقیقا میتونیم مشاهده بکنیم. من اینجا یه بریک کوتاه میدم که اگه دوستان بخوان شرکت بکنم، من به دیناری یه مقدار خلاصه تر بگم که به بحث امروزم راستش برسیم. پس یه برکه 4-5 دقیقه میدین، اگه دوستانم صحبتی چیزی دارن میتونن، سوالی چیزی دارن میتونن بکنن، تا من خیلی خلاصه تر سعی میکنم یه 10-15 دقیقه بیشتر راجع به بحث هفته گذشته نگم و به بحث امروز بپردازم. با تشکر. بله خیلی ممنون پویان عزیز، خسته نباشید. متشکرم. دوستان همگی خسته نباشید، همه خیلی خوش آمدید. خب خوشحالم که این صحبتهایی که هفته گذشته انجام داده بودین به یک صورت خلاصه تری گفتین و که بتونیم اون قسمت آخر بحث رو شروع کنیم. خیلی ممنونم. اگر دوستانی سوالی دارن بعد از این فایل، اگر مایل هستین در این قسمت سوال یا کامنتی دارین در این مرحله، سوالتون رو میتونین بپرسین و بعد از اون پویان عزیز ادامه میدیم بحثو که بتونیم بحث خیلی مهمی که من خودم نمیتونم صبر کنم که قسمت آخرش رو پویان عزیز شروع کنن، بتونن به اون بپردازن. متشکرم. به جستجوی تو بر درگاه کوه میگریم، در آستانه دریا و علف،
به جستجوی تو در معبر بادها میگریم، در چهار راه فصول، در چهار چوب شکسته پنجره ای که آسمان ابرآلوده را قابی کهنه میگیرد. به انتظار تصویر تو این دفتر خالی تا چند ورق خواهد خورد. جریان باد را پذیرفتن و عشق را که خواهر مرگ است و جاودانگی رازش را با تو در میان نهاد، پس به هیئت گنجی در آمدی، بایسته و آزنگیز، گنجی از آن دست که تملک خاک را و دیاران را از انسان دلپذیر کرده است. نامت سپید دمی است که بر پیشانی آسمان می گذرد. متبرک باد نام تو، و ما همچنان دوره می کنیم شب را و روز را.